سلام دوستان، خوش اومدین به یک هفته نامه دیگر از آکادمی گنچی. این هفته مثل همیشه میخوایم یه سری به اخبار و آنچین و تکنیکال بذاریم و یه ذره بیشتر در مورد بحث رکود صحبت کنیم، موضوعی که یه کمی صحبتش داغ هستش این چند وقته، و ببینیم خلاصه اوضاع از چه قراره. با ما همراه باشین. خب اول از همه بیایم شروع کنیم با نگاهی به هفته گذشته. هفته گذشته خب بالاخره اعداد خاص خودش رو داشت، اما همونطور که در هفته نامه پیش هم گفتیم، مهمترین موضوعی که مطرح شد روز جمعه بود و کنفرانس جکسون هول که آقای پاول توش صحبت کرد و یه جوری طبق همون چیزی که انتظار داشتیم بسیار بسیار داویش ظاهر شد. داویش یعنی چی؟ برعکس هاکیش، داویش یعنی که خیلی سیگنال بر این داد که آقا نرخ بهره باید بیاد پایین و دلایل خاص خودش رو آورد. این دلایل چی بودن؟ شاید جالب ترین جمله‌ای که از این موضوع اومد بیرون این بود که آقای پاول گفتش که آقا بزرگترین دشمن اقتصاد الان دیگه تورم نیست و بیکاری هستش. اگه خاطرتون باشه بارها تو همین هفته نامه ها راجع به این موضوع صحبت کردیم که فدرال رزرو دو تا هدف داره، دو تا کفه ترازو هستش که باید بتونه باهاشون بازی کنه. یکی تلاش باید بکنه که تورم رو پایین و هولوش 2% نگه داره، و از طرف دیگه باید حواسش باشه که نرخ بیکاری از یه حدی بالاتر نره. با افزایش نرخ بهره کاری که تا الان کرده بود این بود که تونسته بود تورم رو کنترل کنه، ولی خب هم نگرانی های وجود داشت که چقدر بازار اشتغال و بازار کار میتونه این فشارها رو تحمل بکنه. و الان آقای پاول هم صحبتش همین ازش که آقا به نظر میسه که تورم موضوعش حل شده، 4.5 سال از کووید گذشته، اوضاع باید حل شده باشه، اما هنوز الان نگرانی های جدیدی به وجود اومده برای بحث بازار کار. خب چرا بازار کار و چرا بیکاری بده برای اقتصاد یک کشور؟ خب طبیعتاً اگر ما اشتغال نداشته باشیم، اگر شرکت‌ها نتونن که کارمند استخدام بکنن و تولید داشته باشن، یه جوری در مجموع وقتی در سطح یک کشور داریم نگاه می‌کنیم، تولید ناخالص داخلی اون کشور یا GDPش کاهش پیدا می‌کنه، و این کاهش اگر ادامه دار باشه، اگر یه ماه دو ماه باشه اوکی، اما اگر ادامه دار باشه و به 2 تا 3 ماهه 3 تا 3 ماهه برسه، طبق تعریف کشور وارد چی میشه؟ وارد رکود اقتصادی میشه که موضوعی هستش که هیچ کشوری دوست نداره به اونجا برسه. و الان اگر در سنتیمنت بازار رو نگاه کنید، در توییتر و غیره، میتونید ببینید که بحث رکود خیلی خیلی داغ هستش. اما بیایم چند تا از این آرگومنت ها رو ببینیم چرا به بحث رکود اشاره میکنن و اینکه آیا چه نتایجی متعاقبا خواهد داشت برای بازار، و برای بازار کریپتو و مخصوصا برای بازار بورس آمریکا که خب طبیعتاً بیشترین تأثیر رو میگیره از اتفاقاتی که برای اقتصاد آمریکا بیفته. اما قبل از اینکه بخوایم به اینها بپردازیم، می‌خوام یه بررسی همیشگی بکنیم روی بازار، مخصوصا هفته آینده رو یه نگاه خیلی کوچیکی بندازیم. الان که تمرکز روی نرخ بیکاری هستش، طبیعتاً اعداد بیکاری بیشتر از اعداد تورمی مورد توجه خواهند بود. هفته دیگه هم یه عدد بیکاری خواهیم داشت و یک عدد تورمی. روز پنجشنبه آن امپلویمنت کلیم ها رو خواهیم داشت، و همچنین جی دی پی در واقع تولید ناخالص داخلی روز پنجشنبه اعلام خواهد شد، و روز جمعه تقریبا در ابتدای روز پی سی پرایس ایندکس رو خواهیم داشت که یک شاخص تورمی دیگه هستش، پی سی هستش. بازار کمتر به این توجه میکنه، اما برای فد بسیار مهم هستش. پس این دوتا خبرهای اصلی خواهند بود در هفته پیش رومون. انتظار بر این هستش که اوضاع تورم نسبتا خوب باشه، روی همون 2.5% ماهانه باشه که عدد خوبی هستش، ولی خب نگرانی ها در سمت بیکاری و روز پنجشنبه خواهد بود. اما خیلی جالبه که اگه به فدواش نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که در یک هفته اخیر با صحبتایی که آقای پاول کرد، با صحبت بسیار بسیار داویشی که آقای پاول کرد، یک کمی سنتیمنت تغییر کرده. پیش بینی ها برای تعیین نرخ بهره آینده در روز 18 سپتامبر تغییر کرده. هفته گذشته حدود 75% بازار مطمئن بودش که ما یک کاهش نرخ بهره 25% خواهیم داشت، و 75% میگفتن 25% کاهش نرخ بهره خواهیم داشت، و 25% میگفتن که در واقع 0.5% کاهش نرخ بهره خواهیم داشت. اما این هفته یکم اوضاع تغییر کرده، فقط 61% اعتقاد دارن که 25% کاهش خواهیم داشت، و بیش از 38% اعتقاد دارند که این کاهش نرخ بهره پیش رو 0.5% خواهد بود، که خیلی خیلی قابل توجه هستش. اما اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشین، تاش می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا این تورم و این رکود در واقع ایمیننت به نظر میاد، چیزی به نظر میاد که اتفاق احتمالاً زود اتفاق بیفته.
اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشین. آنچینمون رو هم با هم بررسی بکنیم. به نظر میرسه که بیایم روی دنیای کریپتو و دنیای بیت کوین. به نظر میرسه که حرکت هایی که اتفاق افتاد، طبیعتاً بازار خوشحال بود از این صحبت هایی که آقای پاول کرد و خب میدونه که در نرخ بهره پایین‌تر بیاد، پول ارزان‌تر بشه و خب این باعث میشه که همه بازارها، چه طلا، چه بازار بورس آمریکا و چه کریپتو، حرکت به سمت بالایی رو داشته باشن. اما چیزی که نگاه به آنچین به ما نشون میده اینه که این حرکت زیاد مثل این که از در واقع بازار اسپات نشأت نگرفته و بیشتر از بازار در واقع فیوچرز ها بوده. اینو میتونیم با افزایش قابل توجه توی فیوچرز ها ببینیم و همچنین مثبت بودن و موندن فاندینگ ریت میتونیم ببینیم. ولی خب اگر به مثلا شورت ترم هولدرز و پی آر نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که خیلی تریدرها مایل به این نیستن که بخوان پول بیشتری وارد بازار اسپات بکنن و خب این از شورت ترم هولدرز و پی آر معلوم هستش. کماکان یک عدد یک در شورت ترم هولدرز و پی آر داره مقاومت قابل توجهی از خودش نشون میده. و در مورد خود تکنیکال هم اگه بخوایم صحبت کنیم، من خیلی صحبت جدیدی ندارم، وقتتون رو نمیخوام بگیرم. هر چیزی که جلسه پیش گفتیم کماکان سر جاش هستش. پس اگر میخوایم بدونیم که اوضاع تکنیکال بیت کوین و کریپتو در چه حال هستش، بریم قسمت قبلی در واقع هفته نامه ها رو ببینیم. اما برسیم به تئوری هایی که وجود دارند برای بحث رکود اقتصادی. خیلی وقت پیش در مورد این نمودار صحبت کردیم، نمودار اختلاف بازده نرخ بهره 10 ساله آمریکا و 2 ساله تریجری باند ها. امروز نمیخوام توی جزئیاتش برم، اگه نمیدونین اینا چی هستن حتما ویدیویی که توی کپشن گذاشتم رو به نگاه بکنین تا دستتون بیاد. ولی خلاصه داستان این رو داره میگه که چقدر سرمایه گذارها اعتماد دارن به آینده بلند مدت اقتصاد آمریکا. هرچی این اعتقاد بزرگتر باشه، این عدد، این اختلاف 10 ساله و 2 ساله بزرگتر خواهد بود، و هرچی اعتقاد کوچکتر باشه، این در واقع موضوع کمتر خواهد بود. و به این میگن yield curve که میگم جزئیات و توضیحاتش رو در ویدیوی دیگری با هم دیدیم. اما چیزی که امروز میخوایم با هم بهش نگاه بکنیم اینه مقایسه این yield curve هستش، مقایسه اختلاف بازده نرخ بهره 10 ساله و 2 ساله هستش. این رو در وسط داریم، در چارت وسطی میتونیم ببینید اینجا، با نرخ بهره فدرال ریزرو افکتیو فد فاند ریت که در بالا داریم و در پایین چیو داریم، بازار بورس آمریکا SPX رو داریم، شاخص بازار بورس آمریکا رو داریم با هم نگاه میکنیم. خطهای عمودی سفید رنگی که توی شارت گذاشتم داره چی رو نشون میده؟ ریسشن ها رو نشون میده، رکودهای گذشته رو نشون میده که در سال 2020 بعد از کووید داشتیم، در سال 2008 داشتیم، در سال 2000-2001 داشتیم و همچنین در سال 1990 داشتیم. و اگر نگاه بکنین یک در واقع کوریلیشن و یک همراهی خیلی جالبی میشه دید اینجا. و اون چی هستش؟ این هستش که همیشه چند وقت قبل از اینکه یک رکود بزرگ شروع بشه، ما این yield curve اصطلاحا منفی شده، بازده نرخ بهره 10 ساله کمتر از بازده نرخ بهره 2 ساله شده. و این رو میتونیم اینجا ببینیم در سال 89، اینو اینجا میتونیم ببینیم در سال 2000، در سال 2007، حتی تا اندکی در سال 2020 میتونیم این موضوعات رو ببینیم. و yield curve خیلی وقت هستش که منفی هستش. الان اگر نگاه بکنی از سال 2022، از آگوست سال 2022 ما در yield curve منفی داریم به سر میبریم، در شیب منفی داریم به سر میبریم، دقیق تر اگه بخوایم بگیم در spread منفی 10 ساله و 2 ساله داریم به سر میبریم. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که وقتی yield curve منفی هستش، ما چی رو میبینیم؟ معمولا یک شروع کاهش نرخ بهره رو میبینیم از فدرال ریزرو. اینو در هر 4 تا در واقع رکود گذشته میتونیم ببینیم که yield curve منفی هستش، فدرال ریزرو شروع میکنه به کاهش دادن نرخ بهره و بعد از اینکه yield curve مثبت میشه، یکمی که ازش میگذره وارد چی میشیم؟ وارد یک دوره رکود اقتصادی میشیم. و میتونیم ببینیم که دقیقاً هر 4 بار گذشته این اتفاق افتاده. الان در چه وضعیتی هستیم؟ الان در وضعیتی هستیم که yield curve 2 سال منفیه، فدرال ریزرو میخواد شروع بکنه به کاهش نرخ بهره و اینو تقریباً مطمئن هستیم که میخواد اتفاق بیفته. از ماه آینده، از 18 سپتامبر این کاهش نرخ بهره شروع خواهد شد. انتظار این هستش که yield curve به سمت بالا حرکت کنه، بشکونه یک رو، مثلا شیبش دوباره مثبت بشه. و اگر همه چیز مثل گذشته باشه، احتمالاً ما شاهد شروع یک چی باشیم؟ شروع یک رکود دیگر باشیم. اما همه چیز مثل گذشته نیستش و این نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم که بازار کجا بود وقتی این در واقع موضوعات اتفاق افتاد. به عنوان مثال در سال 2020
وقتی که کاهش نرخ بهره شروع شد و اوج گرفت و رکود اقتصادی در چند ماه بعدش آغاز شد، بازار اصلا در جایگاه خوبی نبود. هم بازار، هم وال استریت، هم مین استریت، هم اقتصاد آمریکا. اگر به سال 1990 نگاه بکنیم، میتونیم ببینیم که بازار در جای خوبی نبود و این کاهش نرخ بهره اولی یک کمکی به بازار کرد که از یک کف محلی بتونه خودش رو نجات بده. اما همیشه همینطور نبوده. بعضی موقع ها مثلا در سال 2000 بازار تقریبا تو آل تایم هایش بود، یه ذره از آل تایم هایش اومده بود پایین تر، کاهش نرخ بهره باعث شد که یه ذره بتونه بازار جون بگیره، ولی کافی نبود و وارد رکود و یک بیر مارکت قابل توجه در بازار بورس آمریکا شدیم. وضعیت مشابهی در سال 2008 داشتیم و خیلی اوضاع سال 2008 و سال 2000 شبیه هستش به چیزی که الان داریم. و برداشت من چیه؟ تا اینجا همه واقعیات بود، همه چیزایی بود که روی چارت میتونیم ببینیم، شما هم میتونیم بریم و خودتون بررسی بکنیم. اما از اینجا بعد یه جورای نظرهای من هستش و چرا فکر میکنم که شباهت قابل توجهی داره سال 2000 و سال 2008 به الان در سال 2024 و شباهتهای کمتری داریم به سال 2020 و سال 1990 میلادی. جدای از این که بالاخره بازار در وضعیت خوبی بود در سال 2007، انتهای سال 2007 و در سال 2000 و الان هم در وضعیت خوبی هست، یک حسی از یک حباب دیده میشه. حباب ها میتونن خیلی ادامه پیدا بکنن، میتونن خیلی خیلی طولانی باشن، تا مدت ها میتونه قیمت به شکل غیر منطقی در حال بالا رفتن باشه و این حباب بزرگ و بزرگتر بشه تا موقعی که بالاخره بترکه. و اگر بگیم که سال 2000 حباب دات کام بود به خاطر شیوع اینترنت بود، بگیم سال 2008 به خاطر مورگیج ها بود، به خاطر وام های زیادی بود که وام های مسکن زیادی بود که گرفته میشد و علکی داده میشد، در سال 2024 این حباب از کجا اومده؟ به نظر شخصی من این حباب AI یا هوش مصنوعی هستش. چرا این رو میگم؟ چون الان اگر نگاه بکنیم به تاپ پرفورمر های بازار، ببینیم که کدوم شرکت ها دارن خیلی میترگاین، کدوم شرکت ها هستن که دارن S&P رو بالا نگه میدارن. اگر نگاه بکنیم ببینیم دا جونز اونقدر وضعیتش خوب نیست، ببینیم اصلا راسل 2000 که 2000 تا شرکت آمریکایی رو در بر میگیره اصلا اوضاعش خوب نیست. و تو S&P 500 هم اگه 10 تای بالا رو بذاریم کنار میبینیم بقیه اوضاعشون خوب نیستن. پس یه چند تا شرکت بیشتر نیستن که دارن S&P رو بالا میکشن و بالا نگه میدارن و بین اینها بزرگترینشون انویدیا هستش. انویدیایی که کارت گرافیک درست میکنه و در واقع کامپیوت یونیت درست میکنه برای شبکه‌های عصبی و برای هوش مصنوعی. و به عنوان کسی که خب بالاخره دستی بر آتش داشتیم در مورد هوش مصنوعی و AI، توضیحاتش هم قبلا دادیم که AI چجوری کار میکنه، چی هستش و آیا اون چیزی که واقعا فکر میکنیم هست یا نه، به نظر من میرسه که ما با یک حباب مواجه هستیم، با انتظارات بیشتر از واقعیت مواجه هستیم. وضعیتی که در سال 2000 هم داشتیم، انتظارات بیشتر از واقعیت، انتظاراتی که اینترنت قرار همه چیز رو عوض بکنه و کرد. در این شکی نیستش که الان خیلی فرق میکنه با سال 1990، اینترنت خیلی کارا کرد، ولی اینکه الان قرار اتفاق بیفته، خیلی زود قرار اتفاق بیفته، و یا اینکه خیلی اتفاق بزرگتر از چیزی که واقعا میتونه باشه، اون انتظاراتی بود که در سال 2000 وجود داشت و واقعیتی که وجود نداشت در کنارش. من فکر میکنم که در وضعیت مشابهی داریم به سر میبریم. دوباره اینا همه نشانه ها به این سمت هستش که احتمالا ما دارید باید در 6 ماه آینده یک رکودی رو داشته باشیم، یک ریزش قابل توجه و حتی یک بیر مارکتی رو در بازار بورس آمریکا تجربه بکنیم، ولی هیچ وقت قابل 100% نمیتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم. ممکنه که 5 سال دیگه هم طول بکشه این حباب، احتمالش کمتر میشه هرچی طولانی تر بشه این زمان، ولی من این حباب رو میبینم. هم از داده های اقتصادی میتونیم این رو ببینیم و هم از سنتیمنت بازار میتونیم این رو ببینیم. تنها آرگومنتی که دارم، تنها دلیلی که محکم نمیام بگم که نه آقا قطعا اتفاق خواهد افتاد این رکود، این هستش که خیلی ها معتقدن که این اتفاق میفته و این چیزی که در بازار یه مدتی که آدم در بازار باشه خیلی خوب یاد میگیره که اگر همه دارن راجع به چیزی صحبت میکنن و همه معتقدن که اتفاقی میفته، احتمالاً اتفاق حداقل به این زودی نمیفته. و این رو باید یه کمی مد نظر داشته باشیم. خیلی خیلی زیاد هستن کسانی که دارن راجع به رکود صحبت میکنن و صحبت های درستی هم هست. میگم همین صحبت هایی که امروز با هم کردیم که آقا حباب وجود داره، که آقا این اوضاع اقتصاد خوب نیستش، نگرانی از بحث اشتغال هستش، ولی خب وقتی همه این انتظار رو دارن و این نگرانی رو دارن، یه ذره خودش در واقع برعکس میکنه این سیستم رو. خلاصه
من اینجا نیستم که یک نتیجه نهایی بهتون بگم که خب برین این کارو بکنین، این اتفاق افتاد. کار من اینجا این هستش که فکت ها و واقعیت رو بذارم جلوتون، نظرهای خودم رو بگم و از شما بخوام که شما هم این به این شکل شروع کنین فکر کردن، نظرهای خودتون رو ایجاد بکنین و بر طبق نظرهای خودتون ترید بکنید. خواهش میکنم ازتون بر طبق نظر دیگران، چه من چه خدای وارن بافت چه هر کسی دیگه، ای ترید نکنید، معامله نکنید، سرمایه گذاری نکنید. خودتون هستین که تئوری باید داشته باشین و اگر تئوری ندارین سرمایه گذاری نکنید، معامله نکنید، مطمئن باشین ضرر نکردین. ممنونم از اینکه تا به اینجای کار همراه ما بودین. براتون بهترین ها رو آرزو دارم و تا دیداری دیگر، خدا نگهدارتون باشه.